سلام خدمت همراهان همیشگی مجموعه یوز فازرلیک. در مرحله اول یک عذرخواهی به شما عزیزان بدهکار هستیم به خاطر وقفه‌ای که بین ویدیوی قبلیمون و ویدیوی جدیدیمون ایجاد شد. به خاطر مشغله کاری نمیتونستیم ویدیوهای جدید آماده کنیم متاسفانه، و امیدوارم که این ویدیوی جدید بتونه اون به قولی وقفه‌ای که ایجاد شده رو جبران کنه. دوستان، قبل از اینکه وارد موضوعمون بشیم، وارد بحثمون بشیم، ازتون خواهش میکنم که با کلیک کردن بر روی آیکون سابسکرایب عضو کانال بشید تا ویدیوهای بعدی و قبلیمون هم بتونید مشاهده کنید، و همچنین با کلیک روی آیکون زنگوله نوتیفیکیشن کانالمون رو روشن کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. خب بریم سر اصل مطلب. خب دوستان عزیز، مبحث انتقالی دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگه در ترکیه. دوستان، در حالت کلی این که آیا امکان انتقالی گرفتن از یک دانشگاه به دانشگاه دیگه هست یا نه، باید بگم که بله هست. ولی شرایط چجوریه؟ شرایط دانشگاه ها با هم دیگه متفاوت هستش دوستان. هر دانشگاه شرایط خودش رو داره. هر چقدر رنگ دانشگاه، سطح دانشگاه بالاتر بره، دانشگاه سختگیری‌های خودش رو داره. برای مثال، حالا اینا به قولی تجربه شخصی خود ما هم دخیل هستش در این ویدیو. بنده شخصا خودم که دانشگاه قاضی رفته بودم، دانشگاه قاضی گفت که آقا مثلا کلا به خارجی جماعت انتقالی نمیدیم. ولی دانشگاه اوتو و حاجت‌تپه که رفته بودیم، گفته بودن انتقالی میدیم به شرطی که نمره‌ای که در دانشگاه فعلیتون در رشته فعلی قبول شدید از حداقل نمره‌ای که ما دانشجو گرفتیم باهاش تو اون رشته تو اون سال باید بیشتر باشه. حالا یه مقدار غیر منطقی میاد. شما شاید بگید که خب اگه من نمره‌م همون مقدار بود که دیگه همون سال اول اپلای می‌کردم برای حاجت تپه و اوتو. ولی خب دوستان، اینا شرایطی هستش که دانشگاه گفته و ما این زن داریم به شما اینا رو انتقال میدیم. از طرفی دانشگاه آنادولو هم که ما سری قبل رفته بودیم برای یکی از داوطلبا می‌خواستیم از دانشگاه سلچوک کنیا انتقالی بگیریم به آنادولو تو رشته داروسازی همون ایزاجلک، آنادولو هم همون جواب رو داد، گفت که به خارجی ها انتقالی نمیدیم. و بعد از مبحث انتقالی، حالا بر فرض که شما انتقالی گرفتید، مجددا شرط تطبیق واحد هستش، همون کرده اوکتما یا دین کلیک، که مجددا بازم دانشگاه به دانشگاه شرایط فرق داره. برای مثال دانشگاه حاجت تپه گفته بود که حتما باید زبان دروسی که پاس کردید با زبان دروسی که اینجا تدریس میشه یکسان باشه. برای مثال شما مثلا رفتید دانشگاه دوکوزیلو ایزنیه و مثلا درس فیزیک یکو به ترکی پاس کردید و اون درس تو حاجت تپه داره به انگلیسی ارائه میشه، دیگه اون درس رو شما حتی اگر با نمره 4 از 4 هم پاس کرده باشید حاجت تپه تطبیق نمیده و شما باید مجددا اون درس رو بخونید. و حالا بعد از تطبیق زبان، نظر استاد هم دوباره مهمه. اون به قولی منبعی که استاد قبلیتون تو دانشگاه قبلیتون داده رو استاد جدید تو دانشگاه جدید بررسی میکنه و بر اساس اون تصمیم میگیره که آیا این واحد رو، این تطبیق واحد رو قبول کنه یا نه. پس دوستان، در حالت کلی امکان انتقالی از دانشگاه، از یک دانشگاه به دانشگاه دیگه هست، استثناءاتی مجددا هست، و شرایط انتقالی گرفتن رو شما باید از دانشگاه مقصدتون بپرسید. حالا اگر نیاز ایمیل بزنید، اگر نیاز تماس بگیرید باهاشون، اگر نیاز حضوری برید و رو در رو باهاشون صحبت کنید ببینید که شرایطشون چیه، و اگر به قولی شرایطشون رو داشتید، شرایطش رو داشتید و انتقالی هم که میخواستید، میتونید انتقالی بگیرید. من مخصوصا اکثر دوستان این سوال رو میپرسن که من یه غیر تایید قبول شم بعدش برم یه به قولی مورد تایید انتقالی بگیرم میشه یا نه. همونطور که عرض کردم این شرایط رو داره. ذاتن شما اگر نمره کافی برای انتقالی به حاجت تپه رو داشته باشید، از همون اول میرید حاجت تپه میخونید دیگه، نمیرید یه غیر تایید رو دوباره انتقالی بگیرید. با دوستان یه بریک کوتاه بدیم و برگردیم با یک مبحث به قولی پرطرفدار دیگه. دوستان، بریم سر مبحث جنجال برانگیز اراسموس یا اراسموس یا به قول دوستان خیلی حرفه‌ایمون اراسموس.
ببینیم که چی هستش این برنامه. خب دوستان، تعداد کثیری از همکاران ما در حالا ایران یا ترکیه و افرادی که ادمین هایی که در زمینه تحصیل در ترکیه فعال هستن، یا آمدانه یا غیر آمدانه، برنامه اراسموس رو به عنوان برنامه انتقال دانشجو از ترکیه به اروپا معرفی میکنن. دوستان اینجا باید یک نکته خیلی مهم رو من گوشزد کنم که اراسموس برنامه انتقال دانشجو نیست و از اینجا به همه همکارانمون، به همه افرادی که در این زمینه هم فعال هستن، بلخص دوستانی که آمدانه این اطلاعات رو، یعنی از روی عمد دارن این اطلاعات رو صرفا برای جذب مشتری به داوطلب ها میدن، خواهش میکنم که این تزریق اطلاعات رو متوقف کنن و اراسموس رو به عنوان برنامه انتقال دانشجو از ترکیه به اروپا معرفی نکنن. دوستان اراسموس اسمش روشه، دوستانی که تحقیق کردن ببینن اکسچنج پروگرام هستش، انتقالی نیستش، برنامه تبادل دانشجو هستش. در طی برنامه اراسموس، در طی پروسه اراسموس، شما میرید مدتی یک ترم یا دو ترم یا همون به عبارتی 3 ماه الی 9 ماه به عنوان دانشجوی مهمان در اون دانشگاه مقصدی که انتخاب کردید و قبول شدید، با عنوان دانشجوی مهمان میرید تحصیل میکنید و در نهایت بازم برمیگردید به ترکیه، برمیگردید به دانشگاه مبدأتون. دوستان مدرک شما از دانشگاه مبدأ صادر میشه، لیسانستون، ارشدتون یا دکتراتون یا فوق دیپلمتون از دانشگاه مبدأتون صادر میشه. دوستان لطفاً 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 در این مورد حتما دقت داشته باشید. خیلی از دوستان میان میگن که بله شما بیاین برین ترکیه، یه دانشگاهی را ثبت نام کنین، حالا چه رشته دل بخواهتون، چه رشته‌ای که صرفاً تونستید قبول شید، یک ترم دو ترم بخونید، بعدش چیکار میکنید؟ میرید اروپا و بله دیگه تمام میشه قضیه. نه دوستان، همچین چیزی نیست. اراسموس طرح انتقالی نیست، به شما انتقالی نمیدن، شما فقط به عنوان مهمان میرید، چند ماهی اونجا میمونید و در نهایت برمیگردید ترکیه. و اگر بخوایم ما یک مقدار هم خودمون منطقی باشیم در این قضیه، شما خودتون یک مقدار منطقی و به قولی کلاه خودتون رو قاضی کنید در این قضیه، اگه فکر کنید حالا من اسم دانشگاه نمیبرم، برفرض یک دانشگاه ایکسی در یک شهر ایکس نامی، دانشگاهی که مثلا رنگ جهانی شاید 2000 تو خود ترکیه شاید مثلا 70م 80م، چرا باید اروپا بیاد به یک دانشجویی که به دانشگاهی که دانشجو نگیم، به دانشگاهی که مثلا ترازش از دانشگاه مقصد توی اروپا 1500 تا پایین تره انتقالی دائمی بده؟ مثلا شما خودتون اگر منطقی هم فکر کنید میبینید که این قضیه کاملا غیر منطقی هستش. پس حتما در این مورد دقت داشته باشید. و جدای از این مسائل بریم سر شرایط اراسموس، ببینیم که اراسموس شما اگر بخواید به قولی از برنامه اراسموس بهره مند بشید به چه چیزایی نیاز دارید. با ما همراه باشید. خب دوستان، شرایط اراسموس چیه؟ شما چطوری میتونید از شرایط اراسموس بهره مند بشید؟ خب طبق عرف به قولی آکادمیکی و چیزی که بین دانشگاه‌های بین‌المللی رایجه، شما یک مدرک زبان نیاز دارید. این مدرک زبان میتونه توفل، میتونه آیلتس، میتونه یدسه و یا آزمون تعیین سطح زبان خود دانشگاه باشه، که خب اکثر دانشجوها آزمون تعیین سطح خود دانشگاه رو ترجیح میدن، همون سویت اسفتسناو یا حالا ایکس یونیورسیتی اوستار رسیدیشن پروگرامه یا بانجی دیل سناو، که حالا به اختصار اون یدسه بهش میگن. میتونید وارد این آزمون بشید، حداقل نمره‌ای که نیاز هستش از یدسه یا این آزمون 55 و در آزمون‌های به قولی برابر مثل توفل و آیلتس معادل سازی می‌کنن که بازم مجدداً باید برابر با اون حداقل 55 باشه. حداقل معدلی که مورد نیاز هستش برای مواد فوق دیپلم و لیسانس یا همون اون لیسانس و لیسانس 2.2 از 4 هستش، یعنی معدل شما تا به اون روز باشورو، برای مثال شما میخواید برای نیم سال پاییز 2023 باشورو کنید، شما باید معدلتون تا قبل اون ترم در کل بیشتر از 2.2 از 4 باشه.
و برای دانشجویان فوق لیسانس و دکترا باید حداقل 2.5 از 4 باشه. اینم از شرط معدل. بعد از اون شما دوستان با شروع میکنید. هر دانشگاه یک کنتنجان، یک ظرفیتی داره. برای مثال دانشگاه مثلا ایکس تو آلمان میاد میگه که آقا من تو رشته مثلا مهندسی صنایع 3 نفر 2 نفر از کل ترکیه قبول میکنم مثلا برای اراسموس. شما وارد این آزمون میشید، رزومتون و نمراتون رو آپلود میکنید، بررسی میشه و دانشگاه مقصد جواب میده. دوستان دانشگاه ترکیه در این امر دخیل نیستن دیگه تا به این لحظه، فقط اینا اینجا آزمون رو برگزار میکنن، مدارک شما رو میگیرن میفرستن. دانشگاه مقصد، دانشگاه شما قراره برید، تصمیم میگیره که کی رو انتخاب کنه. بعد از اونم که دیگه کارهای ویزای شما، هزینه پروازتون، هزینه زندگی همش به عهده شماست. البته این وسط یک کمک هزینه هم هست که اونم حالا ذکر خواهم کرد. پس شما مدارکتون رو ارسال کردید، دانشگاه مقصد شما رو قبول کرد، شما میرید شروع میکنید پروسه ویزاتون، به عهده خودتون هستش، هزینش به عهده خودتونه، بلیت پروازتون به عهده خودتونه و اقامتتون هم اونجا بازم به عهده خودتون. حالا یک سری دانشگاه خوابگاه ارائه میدن، یک سری ها به پانسیون ها راهنمایی میکنن. این از این. و دوستان در قالب پروژه اراسموس یک کمک هزینه تحصیلی یا حالا به عبارت ترکیش یک هیبه‌ای به شما اهدا میشه. مبلغ این هیبه برای کشورهای دست اول 600 یورو در ماه هستش، برای کشورهای دست دوم یعنی گروه دوم، حالا اصطلاح دست دوم اصطلاح خوبی نیست، برای گروه دوم 450 یورو هستش. گروه های دست اول، کشورهای دست اول شامل کشورهای دانمارک، فنلاند، ایرلند، سوئیس، ایسلند، لوکزامبورگ، نروژ، آلمان، حالا منم از این لیست دارم براتون میخونم، اتریش، بلژیک، فرانسه، قبرس جنوبی، اعظم حضورتون هلند، اسپانیا، ایتالیا، مالتا، پرتغال و یونان هستش. اگر شما تو این کشورها قبول بشید برای پروژه پروگرام اراسموس و بتونید هیبه رو هم دریافت کنید، این مبلغ رو به شما اهدا میکنن ماهانه 600 یورو. برای کشورهای گروه دوم هم، گروه سوم هم، بلغارستان، چک، استونی، کرواسی، لیتوانی، مجارستان، مقدونیه، لهستان، رومانی، سربستان، استوواکی، استونی و خود ترکیه هستش که حالا دانشجویانی که از بغلی خارج میان اینجا ماهانه 450 یورو کمک هزینه دریافت میکنن. و حالا کمک هزینه ها به چه صورت ارائه میشه دوستان؟ مجددا ببینید، شما وقتی که برنامه اراسموس قبول میشید، این به این معنی نیستش که شما کمک هزینه رو هم دریافت خواهید کرد یا همون بورس رو هم دریافت خواهید کرد. پروسه بورس رو دانشگاه مبدا این بار میده، یعنی دانشگاهی که شما الان در حال تحصیل هستید. برای مثال الان اینجا من لیست دارم جلو رو، برای دانشگاه آنادولو هستش، اجزاجل فاکولتسی یا همون دانشگاهی داروسازی، فلحال 646 نفر دانشجو داره و فقط به 5 نفر قرار هیبه یا همون کمک هزینه اهدا کنه. این هیبه مجددا بر چه اساسیه اهدا میشه؟ بازم بر اساس معدل شما، رزومه شما، نظر اساتیدتون، آکادمیسیان هایی که باهاش سر و کار داشتید و رکتور لو دانشگاه هستش که تصمیم میگیره که این هزینه رو به کی بده. ظرفیت ها به شدت کوتاه هست، محدود هستش. الان مثلا اینجا در زمینه مثلا دانشکده توریسم، بازم دانشکده توریسم 644 نفر دانشجو داره، کلا به 5 نفر قراره هیبه بدن. یا مثلا دانشکده ادبیات تو رشته مثلا تاریخ 285 تا دانشجو داره دانشگاه آنادولو و قراره که فقط به 2 نفر هیبه بدن. پس اینو هم در نظر داشته باشید که اگر هیبه یا همون کمک هزینه رو دریافت نکردید، کل هزینه به عهده خودتون خواهد بود. حتما این مباحث رو بررسی کنید، اسم دانشگاهتون رو بنویسید. در علاوه مثلا اگر دانشجوی مثلا دانشگاه ایگه هستید، ایگه یونیورسیتس اراسموس پروگراما، از اونجا میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید، یا اوتو یونیورسیتس اراسموس پروگراما، اسم دانشگاهتون به اضافه اراسموس پروگراما، تمامی این جزئیات همگی اونجا در میاد، میتونید چک کنید. با دانشمان هاتون، مشاور هاتون میتونید در این زمینه وارد ارتباط بشید، ازشون سوال کنید. وظیفه‌شون هستش که به شما کمک کنن و پاسخ بدن. خب دوستان، در مورد اراسموس دیگه تقریبا
اطلاعات خاصی نمونده که من بتونم در اختیارتون قرار بدم. جزئیات بیشتر از این دیگه دانشگاه به دانشگاه فرق میکنه. البته این نکته رو هم عرض کنم، در حالت کلی در قبولی شما برای اراسموس کمک هزینه نه، فقط خود اراسموس 50% معدل شما تحصیل داره و 50% هم نمره‌ای که و توی این زبان انگلیسی حالا یا سری تست‌نامه یا توفل یا آیلتس یا یه دسته به دست میارید، 50% هم این نمره تحصیل داره. اینو هم به قولی یادتون نره، حتما در ذهن داشته باشید. خب بعد از این بخش مجددا یک بریک کوتاه میدیم و میریم که در مورد پروگرام های مولانا و فارابی با هم دیگه صحبت کنیم. خب دوستان عزیز، با بخش پایانی ویدیومون همراهتون هستیم. در این بخش به صورت مختصر در مورد برنامه های تبادل دانشجوی مولانا و فارابی صحبت خواهیم کرد. دوستان در پروژه تبادل دانشجوی مولانا مثل اراسموس یک برنامه بین‌المللی هستش، البته بیشتر فوکوسش روی کشورهای ترک زبان و مسلمان و البته کشورهای آسیایی هستش، برخلاف اراسموس که بیشتر تبادلش با دانشگاه‌های اروپایی هستش. مجددا در برنامه مولانا هم ما شرط معدل 2.5 رو داریم. برای مولانا هیچ کمک هزینه‌ای، اطلاعات آخرین اطلاعاتی که ما از وبسایت دانشگاه چک کردیم، هیبه‌ای پرداخت نمیشه، هزینه به عهده خود دانشجو خواهد بود. البته شهریه‌ای که پرداخت میکنید همون شهریه دانشگاه مبدأ هستش. تو اراسموس هم اینجوریه دوستان، برای مثال شما مثلا تو دانشگاه اوتو یا دانشگاه حاجی‌تپه دارید سالی 10000 لیر شهریه میدید، میرید یه دانشگاهی تو لهستان که شهریه سامانش 10000 یورو هستش، دیگه شما 10000 یورو رو نمیدید، شما همون شهریه دانشگاه مبدأتون رو پرداخت میکنید. البته برنامه مولانا شامل تبادل دانشجو، علاوه بر دانشجو شامل تبادل کادر آموزشی اساتید هم هستش، یعنی شما اگر در حال حاضر در حال تدریس در یکی از دانشگاه‌های ترکیه هستید میتونید از این برنامه ها استفاده کنید، به عنوان استاد مهمان برید یک دانشگاه دیگه ای تدریس کنید. و پروژه فارابی هم انتقال دانشجو داخل ترکیه هستش، یعنی شما مثلا آنکارا دانشجو هستید، ارزورم دانشجو هستید، حالا میخواید یکی دو ترم بمید یک شهر دیگه ای بخونید، میتونید از طریق پروژه فارابی درخواستتون رو ثبت کنید، دانشگاه درخواست شما رو بررسی میکنه، دانشگاه مقصدتون درخواست شما رو بررسی میکنه و در صورت تایید میتونید یک الی دو ترم مهمان برید به دانشگاه مقصد، شهر مقصد و اونجا تحصیل کنید. مجددا میگم دوستان، اطلاعات هر لحظه ممکنه عوض بشه، هر لحظه ممکنه شرایط تغییر کنه. این اطلاعاتی که ما به شما دادیم آخرین اطلاعاتی بود که تا به لحظه ضبط ویدیو ما دسترسی داشتیم بهشون. اگر چیزی کم و کسر بود به بزرگی خودتون ببخشید. اطلاعات جدید رو حتما از وبسایت دانشگاه در حال تحصیلتون، از دانشگاه مقصدی که میخواید برید کسب کنید و حتما با مشاورتون دانشمانتون در این زمینه صحبت کنید، چون که اطلاعات اونا بازم کاملتر و دارای جزئیات بیشتر هستش. مجددا قبل از اتمام ویدیو ازتون خواهش میکنم که حتما عضو کانالمون بشید، ویدیوهای ما رو شیر کنید با دوستاتون تا ما با دلگرمی بیشتری ویدیوهای جدید رو براتون آماده کنیم. امیدوارم که ویدیو امروزمون هم مثمر به ثمر واقع شده باشه و تونسته باشیم به قولی هرچند اندک کمکی در این راه به شما کرده باشیم. امید دیدار و آرزوی موفقیت برای تک تک شما دوستان عزیز.